بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو المعین. از پیام های امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا بحث حق الناس بود. در یه منزلگاهی فرمودن این ندا، این پیام رو برای اصحاب من بگید، ناد ان لا یقتل معیه رجل علیه دین، با من همراه نشه کسی که بدهکاره، چون من از پیغمبر شنیدم اگر کسی بدهکار باشه و با این وضعیت از دنیا بره، اخذ من حسناته، عملشو میبرن، عمل نیکشو به جای بدهیاش میبرن. یه شخصی بلند شد عرض کرد آقا من بدهکار بودم ولی سفارش کردم خانواده من بدهیمو بدن. حضرت فرمود تو هم با ما نیا، برو بدهیته بده. قهران یکی از مسائلی که خیلی مهمه، جایگاه خاصی داره حق الناس در قرآن، روایات، اول تا آخر رساله اگر توجه بکنیم مستقیم یا غیر مستقیم فراوان بحثای حق الناس مطرحه، که من چند تا از این نکات حق الناس رو عرض میکنم. یکی از نکات این که ادای دین واجبه، چه کم باشه چه زیاد، چه از غریبه باشه چه از خودی باشه، چه مربوط به گذشته باشه چه زمان حال، یعنی کهنه بشه اینجور نیست که دیگه تمام بشه، نه، کهنه هم شده باید حق الناس رو ادا بکنیم. و تعبیر دینه، دین غیر از قرضه، قرض من یه پولی از کسی قرض گرفتم همونه میخوام، اما دین خیلی دائمانش وسیعه که چند نمونه از اینها عرض میکنم. دین به گونه های مختلف مطرحه، اجرت، دیه، نفقه، قرض، خسارت، جنس نسیه گرفتیم، حق شارژ، آریه، از چیزایی که الان به ایام عزاداری ما مربوط میشه خیلی وقتا پیش میاد، ظرف غذا رو گرفته الان میام نیاورد، یا دیگی گرفته ما مراسم داریم میارم نیاورد، و یا چیزهای دیگه جنس گرفته الان میارم مراسم تموم شد میام حساب میکنم نیومد. به هر صورت عزاداری ما مستحبه، اما ادای حق الناس واجبه، که این واجب رو حتما باید توجه داشته باشه. نکته آخر، ادای حق الناس واجبه، طرفش رو میشناسی خب برو بهش بده، اما اگر طرف طلبکار رو نشناختیم یا دسترسی نداشتیم اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید رد مظالم بدیم. با اجازه مرجع تقلید، دفتر مراجع تقلید، ما این مقدار که بدهی داریم رد مظالم بدیم، صدقه بدیم به فقیر. امیدواریم که حق الناس گردنمون نباشه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.